بخش برنامه دکتر سید عبدالوهاب غوث ساده متخصص امراض داخلی اطفال با ما هست و موضوعی که امروز می‌خوایم با دکتر سید صحبت داشته باشیم یکی از موضوعات بسیار مهمی هست که خوب است والدین و اعضای خانواده در این قسمت هم توجه داشته باشند ای که کدام غذاها و خوراکی‌ها برای اطفال مفید است برای رشد جسمیشان برای رشد ذهنی و فکریشان کدام غذاها بیشتر استفاده شود در کدام سنین برای اطفال خوب است در این باره با دکتر صاحب صحبت خواهیم داشت انشاءالله که شما هم بیننده باشید همتون بسیار خوب ما حتما خانواده هایی که در خانه اطفال خرد و کوچیکی دارن اینا بیشتر توجه دارن که غذاهایی داده شود که برای اینا مقوی باشد غذاهایی که مفید باشد امروز دکتر صاحب در این باره صحبت خواهیم کرد سلام دکتر صاحب صبح شما بخیر خیلی خوش اومدین به برنامه سلام علیکم سلام خدمت شما و سلام خدمت تمام دوستای عزیز که فعلا از طریق برنامه زیبای شما ما رو میبینند و یک صبح همه ایتون بخیر انشالله که صبح بخیر رو به عافیت آغاز کرده باشن سلامت باشین تشکر دکتر صاحب اگر در قسمت ای اشاره داشته باشین در اول صحبت ها که این تغذیه چقدر در رشد کودک مهم است و اهمیت داره و اینکه والدین باید در قسمت تغذیه کودکان چقدر باید توجه داشته باشند بسم الله الرحمن الرحیم به خاطر رشد و به خاطر زنده ماندن هر موجود زنده امرقین که برای هر موجود زنده تغذیه یا مواد غذایی مهم شمرده میشه برای اطفال امید یک چیز است برای اطفال مهمتر است به خاطر رشدشان و به خاطر نمایشان و به خاطر حفظ بقا به خاطر اطفال اگر ما موضوع غذایی رو بگیم نظر به سنین فرق میکنه ده اطفال کمتر از 6 ماه اطفال کمتر از 6 ماه عمر دارند به خاطر از او اکسکلوسیو بریست فیدینگ است اکسکلوسیو بریست فیدینگ به این معنی که تنها شیر مادر این شیر مادر یک غذای قوی یک غذای کافی یک غذای بیلانس شده برای اطفال کمتر از 6 ماه شمرده میشه بجز از شیر مادر دیگه هیچ غذای اضافگی به اطفال کمتر از 6 ماه لازم نیست که توصیه شوه یا داده شوه اما در اطفال بالاتر از 6 ماه یا اطفالی که به 6 ماه میرسند غذای متمم غذای اضافی غذایی که همراه شیر مادر باید اضافه شود چون بعد از این سن شیر مادر به اندازه کافی نه انرژی کافی را به طفل تهیه کرده میتونه یا کافی بوده میتونه و نه به خاطر رشدشون کافی است از اون خاطر باید غذای متمم که به نام این غذای متمم به طفل اضافه شود و که تا رشد یا انرژی کافی به طفل داده شود در کل غذایی که رژیم غذایی اطفال و شما را کلانا را تهیه میکنه یا مهیا میکنه و 4 دسته تقسیم میشه این رژیم غذایی که اولینش که هست که باعث تهیه انرژی و باعث ایجاد انرژی باعث پوره کردن انرژی موی شما میشه اونم کربوهیدرات هست کاربوهیدرات ها آن دسته غذایی هستند یا آن منبع غذایی هستند که تقریبا 55-60% انرژی بدن ما شما را تهیه میکنه و در قدم دوم پروتین هاست پروتین ها 1 گرم پروتین تقریبا 4 کیلوگرم انرژی را تولید میکنه این پروتین ها از 10-12% انرژی بدن میتونه تهیه بکنه یا برآورده بکنه در قدم سوم شهمیات است یا فرد برش میگیم شهمیات است این شهمیات متراکم ترین منبع انرژی است بله زیادترین انرژی را شهمیات از نظر کالوری تولید میکنه اما از نظر فیصدی در درجه پایین‌تر قرار داره یعنی تقریبا 25-30% انرژی را تهیه میکنه اما 1 گرم شهم تقریبا 9 کیلو کالوری انرژی را تهیه میکنه غذاهایی که از یک طرف سالم باشه از یک طرف هم مقوی باشه شاید بعضی از غذاها باشه که انرژی داشته باشن همین موردی که شما اشاره کردین اینا در لا بلای و غذاها وجود داشته باشه ولی ممکن است خیلی سالم نباشد
از نگاهی که سرخ شدگی باشد یا هم بعضی از دلیل و علت هایی که دکتر صاحب گاهن من میشن از اینکه نباید از اونها زیاد استفاده شود. انواع غذاهایی که از یک طرف سالم باشه و از طرف دیگه هم مقوی باشه، انرژیزا باشه برای اطفال، بعد از شما کدام غذاها بهترین غذا بعد از این که سن 6 ماهگی به خاطر اطفال اضافه شوه؟ این غذاهایی رو که ما گرفتیم تمامشان مهم است و کربوهیدرات ها بیشترین انرژی دماغ تولید میکنه، از خاطر که زیادترین انرژی دماغ کربوهیدرات ها تشکیل میکنه و بدون کدام مثلا در دیگه اعضای بدن یا در دیگه انساج بدن هر گونه انرژی ما مصرف میشه، یک فاکتور دیگه هم ضرورت می باشه، مثلا انسولین ضرورت است تا گلوکوز داخل حجره بکنه و مصرف برسونه. اما در دماغ یک قسم نیست، در دماغ خودش به شکل مستقیم از گلوکوز خون استفاده میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه نیاز به انسولین نیست، اونجا حجرات دماغ توانایی رو داره که بدون انسولین استفاده کنه. به خاطر رشد ذکاوت اطفال، به خاطر رشدشان، به خاطر خوبی حافظه شون، بهترین چیز کربوهیدرات است. کربوهیدرات غذایی که باعث کربوهیدرات شیرینی باب میشه که بهترین انرژی را مهیا کرده میتونه. و از نظر غذایی، غذایی که باعث تهیه غذاهایی که کربوهیدرات زیاد دارن حبوبات هستند، مثلا نخود، لوبیا، کشمش، دیگه غذا میوه‌جات خشک، اینا که هستند زیادترین فیصدی کربوهیدرات دارن که میتونه باعث ایجاد انرژی در بدن شوه و میتونه باعث خوبی حافظهشون شوه، باعث ذکاوتشون شوه و از دیگه طرف میتونه باعث ایجاد رشد خوب در یک طفل باشه. یعنی بعد از 6 ماه ما میتونیم غذای متمم مثل لوبیا، نخود، چیزهایی که به شکل پخته شده باشه، نرم باشه، کم کم از این 24 ساعت به اندازه یک قاشق میتونیم شروع بکنیم بعد از 6 ماه و این رو میتونیم به مرور زمان کم کم اضافه کنیم، افزایش بدیم تا که نیازهای رشد و نیازهای انرژی یک طفل مهیا کرده بتونیم از طریق انرژی. دکتر صاحب، دلایلی که یک کودک نیاز داره کمی وزنش باید افزایش پیدا بکنه چه از بعضی از کودکانی که کمبود وزن دارن، اینا بنظر شما با چه مشکلاتی رو برو میشه که خوب از والدین توجه داشته باشه ای که وزنش باید کم افزایش پیدا بکنه؟ در اطفال نسبت به کلانو اگر ما فیصدی انرژی رو نظر به کیلوگرم بسنجیم، اطفال که در سن خرد وجود دارند اونار انرژی بیشتر ضرورت دارند نسبت به یک پرکیجی، نسبت به یک کلان اگر فکر کنیم، نسبت به یک طفل که نسبت به یک آدم کلانتر اگر فکر کنیم یک کلان باشن، در سن 10 سالگی، 15 سالگی، 20 سالگی اگر فکر کنیم، یا در کوه اگر فکر کنیم پر کیجی اگر با کیلوگرم حساب کنیم، اطفال خورتر به انرژی زیادتر ضرورت دارند. میگه اطفالی که کمتر از 6 ماه هستند اونا به 90 کیلو کالوری انرژی پر کیجی روزانه ضرورت دارند. 90 کیلو کالوری انرژی پر دی ضرورت دارند. و اطفالی که بالاتر از 6 ماه میشند اونا تا 80 کیلو کالوری با تا یک سال گیره. از 80 کیلو کالوری اینه به هر قدر که سن زیاد شده میره پرکیجی انرژی کم شده میره. این به خاطر چی است؟ به خاطر که در اطفال خورتر رشد زیاد میباشه و انرژی بدن ازیو باید به اندازه کافی مهیا شوه تا که بتونه به اندازه کافی رشد بکنه. و در اطفال 6 ماه خو گفتیم امو شیر مادر است که این شیر مادر نما اوائل اول قسمت شیر مادر که است قسمتش زیاد کربوهیدرات داره و آب است که این قسمت شیر مادر میتونه که هم تشنگی طفل برطرف بکنه، هم میتونه به اندازه کافی کربوهیدرات طفل پوره بکنه یا برشه آده بکنه. قسمت دوم شیر مادر که است زیادتر قسمت پروتینی شیر است. این قسمت پروتینی شیر به خاطر رشد و نمای طفل است. این پروتین بسیار بیشتر در ساختار بدن رول داره، در قسمت ساختاری بدن رشد طفل بسیار خوب میکنه پروتین.
از خود قسمت دوم میاد در رشد طفل تاثیرات خود میمونه و قسمت سوم شیر مادر که هست و قسمت کلستروم است یا برش چی میگیم هم قسمت غلیظی شیر مادر که قسمت زیاد شحم داره. این شحم چی میکنه؟ این شحم میه رشد طفل هم زیاد میکنه، هم مقاومت طفل بلند میبره، هم یک انرژی ذخیروی به طفل است که باعث چاقی طفل میشه. بله، بیشتر موضوع ما دکتر شد روی غذاهای مقوی و سالم کودکان است. اگر یک برنامه غذایی را برای افزایش قد یک کودکی که در حال کم کم نوجوان شدن هست شما توصیه بکنید چه چیزی هست؟ بهترین رژیم غذایی برای استفاده کردن رشد خوب باید غذای بیلانس شده باشه. غذای بیلانس شده عبارت از یک غذایی است که تمام نیازی طفل هم از نظر ساختمانی هم از نظر ایجاد انرژی مهیا کرده بتونه. وقتی که تمام نیازهای طفل از نظر انرژی به طفل مهیا ساخت، طفل رشد بهتر داشته می باشه و باعث حافظه خوب میشه و در این صورت ویتامین دی و کلسیم، غذاهایی که حاوی مقدار کافی ویتامین دی و کلسیم هستند، اینا هم در رشد طفل هم در قد طفل بسیار تاثیرگذار هستند. یعنی کلسیم ویتامین دی یکی از فاکتورهای خیلی خاص به خاطر رشد قد و وزن طفل شمرده میشه. بعضی از خوراکه هایی که بیشتر مروج هست و خانواده ها و والدین استفاده میکنند دکتر صاحب و شما هم حتما با سرکاری که با یک قسم والدین و کودکان دارین شاید تجربه هم داشته باشند، یک قسمت زیادتر، بعضی از خوراکه هایی که به نظر شما نباید به کودکان زیاد داده شود و از اونها استفاده شود که شاید خیلی زیاد سالم هم نباشه، برای روشتون هم زیاد مفید نباشه، به نظر شما کدام مشخصا انتخاب کنم؟ غذایی که فعلا ما باید یک طفل توصیه میکنیم غذایی است که باید گفتیم مقدار کافی انرژی رو به طفل مهیا کرده بتانه، به طفل تولید کرده بتانه. و غذا هر غذایی که باشه غذای نرمال باشه، مثلا کربوهیدرات ها، مثلا پروتئین باشه، شحمیات باشه، این غذا بسیار خوب است. یعنی کوالیتی غذا باید در نظر گرفته شود وقتی که به طفل توصیه میشه. غذایی غیر درست نادرست غذایی است که طفل به او زیاد علاقه مندی داره، مثلا فعلا که در بازار غذایی که به شکل مثلا پاپورک این چیزا در بازار عرضه شده، این غذا غذای درست نیست، غذای سالم نیست، این فقط یک طعم برشان اضافه شده، اطفال بیشتر به او علاقه مندی نشان میده که استفاده بکنه. این بیشترین قسمتش آب است که ای وقتی که طفل استفاده میکنه اشتهای طفل خراب میکنه و ارزش غذایی مقدر زیاد نداره، انرژی کافی به اندازه کافی تولید نمیتونه، کربوهیدرات کافی نیست، مثلا پروتئین کافی نیست، شحمیات درست نداره به اندازه فیصدی که مثلا بیلانس انرژی را به دمو طفل در نظر گرفته شه و پوره شده نمیتونه. وقتی که طفل از این غذا استفاده میکنه اشتهای طفل خراب میشه، غذایی که درست است، غذایی که نرمال است، غذای مفید اونا میمونه و زیادتر اوقات حتی اگر که اطفالی که مثلا به شکل دوامدار از این غذا استفاده میکنه، باعث خرابی وزن، باعث خرابی اشتها، باعث خرابی وزن و قد و چیزایشون متاثر میسازه. این توصیه را دکتر صاحب حتما داشتن برشن که کودک را نباید زیاد به اصطلاح عامش که بازارخوری دکتر صاحب و بازارخوری زیاد عادت بدن، نه تنها که دکتر صاحب اشاره کردن که اینا شاید یک غذای سالم نباشه، خوراکی سالم نباشه و مقوی نباشه، شاید به کمبود وزن، خرابی اشتها هم باعث شود. در اخیر اگر صحبت باقی مانده باشد برای این موضوع و برای خانواده هایی که بیننده برنامه هستند در خدمت است. تشکر میکنم از خودتان و فامیلای عزیز، بیشتر یک توصیه طبی مامی بودم میتونه که فامیلای عزیز، والدین گرامی، کوشش کنید برای اطفال از غذای بیلانس شده، یعنی غذاهایی که همو فیصدی کربوهیدرات،
پروتین ها، شحم، آب و معدنیات، چیزای درست با فیزیدی که گفتیم در نظر گرفته شده باشه و غذای کافی و انرژی کافی به طفل مهیا کرده بتونه از او استفاده شده. غذایی که باعث خرابی اشتهای طفل میشه، باعث ایجاد این ارزش غذایی هم نداره، کوشش از او چیزای استفاده نشه، چون که طفل رشدش هم متاثر میسازه و اشتهایش هم متاثر میسازه، شاید قدر مفیدیت با این طفل هم نداشته باشه. خیلی عالی، خیلی تشکر تشکر از خودتون.